بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد یکی از راه های رفاقت با خدا، یکی از راه هایی که خدا در زندگی آدم حضور پیدا بکنه و آدم بتونه آثار و برکات انس با خدا رو در تمام عمرش داشته باشه، آرامش داشته باشه، نشاط داشته باشه، امید داشته باشه، صبر و مقاومت تو زندگی تو بحران ها داشته باشه، یکی از راه هایی که میتونه این ارتباط رو و این عنصر رفاقت رو برقرار بکنه دعا هست. آدم بشینه با خدا حرف بزنه. من روایتش رو که دیروز عرض کردم خدمتتون، باز این رو تکرار میکنم. در روایت هستش، اگر میخواید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید، کلام خداست. اگر میخواید شما با خدا حرف بزنید دعا کنید. و اگر میخواید گفتگوی دو طرفه داشته باشید، هم خدا با شما هم شما با خدا، نماز. نماز گفتگوی دو طرفه خدا با بندش هستش. دعا حرف زدن با خداست. الزاماً هم این نیست که حتما اون دعاهایی که از اهل بیت رسیده، البته من اینو انشالله تو جلسه بعد خواهم گفت، اصل در دعا و اونی که بهترین هست همون دعاهای معصوره است، دعاهایی که از اهل بیت به ما رسیده. ولی حتی اگه آدم بشینه همینجوری هم با خدا حرف بزنه، ازش بخواد با همون زبان خودش، همون هم ارزشمند. در هر حال یه نکته ای که من خدمت شما عرض بکنم این هستش که حال دعا، حال تضرع، عشق داشتن، حالات معنوی، حضور قلب داشتن تو نماز، حال سحر، حال زیارت داشتن، این حالات معنوی، اینا مزده، مفت نیست، مزده. باید یه کاری کرده باشی تا بهت بدن. مفت نیستش که همینجوری با آدم بدن. اینا کیمیاست. این که آدم بتونه سحر بلنشه این کم چیزیه، حال داشته باشه بلنشه این کم چیزیه، این که تو نماز حضور قلب داشته باشه، این که عشق داشته باشه، سوز داشته باشه، حال زیارت داشته باشه، حال قرآن خوندن داشته باشه، این حالات معنوی، اینا کم چیزی هست، اینا مزده. باید یه آمادگی، یه لیاقتی آدم از خودش قبلش نشون داده باشه تا با آدم بدن. به قول حافظ، خدا رحمت کنه حافظ رو، گفت سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. سوز دل، آه سحر، ناله شب، اشک روان، همه را از نظر لطف شما میبینم. همه از اون طرف. واقعش همینجوره. یه جمله معروف هست تو بین خودمون ضرب المثل شده. مثلا یه کسی میخواد بره حرم امام رضا علیه السلام، یا مثلا میخواد بره حرم سید الشهدا کربلا، بگیم امام حسین طلبیده، امام رضا طلبیده. این جمله کاملا درسته ها. تا از اون طرف آدم رو نطلبن آدم حال پیدا نمیکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون میگفت من مشهد مشرف شدم، میگفت دیدم این صحنه رو، یعنی مکاشفه ای بود برای ایشون، برای ایشون این چیزها بود. میگفت دیدم امام رضا علیه السلام آغوش باز کرده برای تمام زائرینش. اول او آغوش باز میکنه، بعد ما بریم طرفش. اول او میطلبه تا ما طالبش میشیم. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. از اون طرف باید دعوت بکنن آدم رو. مرحوم علامه مجلسی رضوان خدا برش، ایشون میفرمایند که این اذن دخولی که حرمهای معصومین داره، چه حرم امام رضا، چه حرم امیرالمومنین، چه همه حرمها، اذن دخول اصلی این هستش که آدم وقتی میره ببینه دلش شکست، اشکش جاری شد، این اذن دخوله. معلومه که طلبیدنت، معلومه که دارن دعوتت میکنن. فاندمعت، تعبیر علامه مجلسی اینه که فاندمعت عینک فتلک علامت الاذن، اگر اشکت جاری شد فتلک علامت الاذن، این علامت اینه که اذن دادن با آدم. اون اذن دخولایی هم که نصب کردن که آدم میخونه اونم درسته ها، ولی او مقدمه این دل شکستن و اشک، این اون اذن دخول اصلیه که آدمو طلبیدن.
واسه همین هم بعضی هایی که اهل بودن وقتی حرم، حالا هر کدوم از معصومین میرفتن، اگر میدیدن دلشون سنگینه فوری نمیرفتن تو، یه گوشه ای وای میسادن، انقدر صلوات هدیه میکردن هدیه میکردن هدیه میکردن تا دلشون نرم بشه. دل که نرم شد، دل که رقیق شد و عشق جاری شد، معلوم که دعوتت کردن برو تو. از اون طرف باید اتفاق بیفته، دعوت بکنن، طالب بشن، بخوان. تو دعای عرفه، تو دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام شما این تعبیر رو میخونید که الهی اطلبنی برحمتی که حتی اصل الیک، خدای تو منو طلبم کن، اطلبنی، تو طالب من شو، حتی اصل الیک، تا بیام به سمتت. وجذبنی به من که حتی اقبل الیک، خدای تو منو جذب کن، اون جذبهات رو بفرستا به سمت تو اقبال بکنم. از عالم بالا، از اون طرف باید ابتدای دعوت بشه. گر خدا خواهد که من یاری کند، گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. ای خدا مرهم ز تو، زاری ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، هم دعا از توست، هم حال دعا میدی، هم دعا از توست، هم آن نیکویی، هم بعدن اجابت میکنی، هم دعا از توست، هم آن نیکویی. ما که ایم، اول توی، آخر توی. تو دفتر سوم مثنوی یه داستانی هست، شاید خیلیاتون شنیدید. اونجا مولوی میگه که یه کسی بود در خونه خدا، خیلی عشق میریخت، خیلی گریه میکرد، خیلی حالات خوشی داشت، حال دعا داشت، سجده های طولانی میکرد. شیطان یواش یواش شروع کرد اینو وسوسه کردن، شروع کرد وسوسه کردن که صدای تو رو که خدا نمیشنوه، که اجابت نکرده دعای اون چیزی که میخوای که خدا بهت نداده. که همین وسوسه هایی که گاهی ما ماها رو میکنه، که آدم یه چیزی میخواد وقتی بهش نمیدن آدم دیگه سرد میشه، دیگه در خونه خدا نمیره. شیطان انقدر اینو وسوسه کرد، این دیگه دعا نکرد، با اینکه حالات خیلی خوشی داشت دیگه دعا نکرد. حضرت خضر علیه السلام رو در خواب دید، راهنمای بزرگوار، در خواب دید. حضرت خضر گفت چرا دیگه دعا نمیکنی؟ این بنده خدا گفت برای چی دعا کنم؟ من هرچی که میخوانم، هرچی که میگم که خدا جواب منو نمیده. حضرت خضر گفت اشتباه میکنی، همون اشک و سوزی که داشتی اول جواب خداست، یعنی لپه ای که خدا جلوتر اومده، همون اشک و حالی که داشتی معلومه که خدا طلبیدته، معلومه که خدا تو رو میخواد. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و سوز و دردت پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو، این که گاهی موقع میگه خدای چه کنم، خدای چه کنم، اینا خیلی قشنگی در خونه خدا. حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشودیم پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، آدم جاهل حال دعا نداره، اصلا عشق نداره، سوز نداره. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست، اصلا یارب بهش ندادن. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، یا چون دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. خدا صدای بعضی ها رو نمیخواد بشنوه، اما اونی که حال داره، اونی که عشق داره، اونی که سوز داره، اونی که میاد در خونه خدا میگه خدا چه کار کنم، در خونه تو من فقط میام، جای دیگه من ندارم، که در خونه اولیاء تو من میام، من جای دیگه ندارم. خدا اینو دوستش داره، خدا اینو دوستش داره. بنابراین این حالات معنوی، این حالات مزده که یه کاری باید کرده باشی تا به آدم بدن، از اون طرف به آدم بدن این حالات رو. گاهی موقع آدم یه خطایی میکنه، یه اشتباهی میکنه، یه دلی میشکنه، یا آبروی میبره، یه حقی ضایع میکنه، تا مدت ها محروم از این حالات هست، تا مدت ها محروم. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی، صاحب مفاتیح، آشخباس قمی، آدم مقدس، زاهد، بزرگوار، واقعا آدم پاکی بود ایشون. خب این بزرگوار مشهد زندگی میکرد، آقازاده ایشون آقای آشغالی خواهی محدث زاده پسر ایشون، اون نقل میکرد، میگفت بابام میگفتش که یه مرتبه یکی از تجار، یکی از بازاری های مشهد منو دعوت کرد نهار خونه شون.
میگه من خیلی نمیشناختمش، هم یه سلام علیک ظاهری داشتیم. میگه من رفتم خونهشون برای نهار. میگه وقتی نهار رو خوردم از همون موقع به بعد دیدم حالم گرفته است، کسلم، تاریکم، بیحالم، نمیدونستم چرا اینجوری شدم. گفتم حالا شاید مثلا زیاده روی کردم، زیادی خوردم، مثلا یه چی چیز به هر حال بیحالی تو من بود. سحر که هر شب قبل از اذان بلند میشدم و حالات خوبی داشتم، اون شب موقع اذان صبح بلند شدم، یعنی نتونستم سحر بلند شدم، دیدم یه بدبختی نصیب من شده. اونایی که اهلش هستن این شکلی هستش دیگه، خودشونو محاسبه میکنن، نمیگذارن یه مرتبه بعد از مدتی بگذره اصلا ببینن یه آدم آدم قبلی نیست. کوچکترین اتفاقی تو زندگیشون بیفته خودشونو محاسبه میکنن. میگه من تا 3-4 روز دیدم همینجوره، دیدم بیحال هستم. نشستم فکر کردم که چرا اینجوری هست. میگه دیدم از اون موقع که اون نهار رو رفتم خونه اون بنده خدا خوردم، از اون موقع این بیحالی ها برای من پیدا شد. یه تحقیقی کردم که این کیه، این که من رفتم خونش، تاجری که رفتم خونش، فهمیدم یه کسیست که تو مشهد بهش میگم بانک عصر. بانک عصر، عصر که بانکا باز نیست، این نزول میداده، این نزول میداده، اونایی که وام بخواستن، اونایی که قرض بخواستن بهشون میداده، منطقه سود، رباخور بوده. البته ایشون نمیدونسته، چون نمیدونسته حرام نبود، اما به هر حال اون آثار تاریکی و وضعیشو داشت. شما به هر حال نعوذ بالله، آدم اگه یه جا مشروب رو نمیدونه ورداره بخوره، گناه مرتکب نشده چون نمیدونه دی، ولی مست که میکنه، آثارشی که داره دیگه. درسته که گناه نی، ولی وقتی برداشته خورده خب مست میشه دیگه، بالاخره اون آثار طبیعی و آثار تکوینیشه. این تاریکی میگفت تو من به خاطر این بود. گاهی موقع ها آدم یه جایی، حالا یه قضای شبهناکی یا خدای نکرده یه کاری میکنه، تا مدت ها محروم از حالات معنوی هست. من اینو شاید یه موقع خدمتتون مفصل گفتم، الانم نمیخوام مفصل بگم. علی ابن یقطین که از اصحاب با عظمت امام کاظم علیه السلام بود و وزیر هارون الرشید بود، با اجازه امام کاظم، امام کاظم فرمود باش، باش خدمت بده به شیعیان ما. یه مرتبه یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمال از کوفه اومد دربار هارون الرشید تو بغداد، علی ابن یقطین بهش بی‌اعتنایی کرد، بهش بی‌اعتنایی کرد. وقتی در خونه امام کاظم رفت، امام کاظم روش نداد، امام کاظم روش نداد. بعد از چند ساعت که این تو کوچه وایساد تا امام به یه بهانه بیاد تو کوچه ببینتش، وقتی امام کاظم اومد بیرون، گفت آقا علی ابن یقطین که از اصحاب بسیار با عظمت امام کاظم بود، گفت آقا من خطایی مرتکب شدم، منو راه ندادید. امام کاظم فرمود به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما بهت بی‌اعتنایی کردیم. تو به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، بهت بی‌اعتنایی کردیم. اهل بیت نسبت به شیعیانشون، یعنی شماها، تعصب داشتن. اگر کسی به یکی از شیعیانشون بی‌احترامی می‌کرد، بی احترامی به خودشون تلقی میکردن. میگفتن تو به بچه ما بی احترامی میکنی؟ به والله قسم اهل بیت پدر این امتن و از پدر مهربانتن. انا و علی یون ابا و هازه الامه، پدر این امتن. شما اگر به بچه تو دستش تو دستتون باشه، کسی بیدیه سیلی بهش بزنه، بی احترامی به بچه رو بی احترامی به خودت تلقی میکنی. ای جلو من اومده بچه ما داره میزنه. خب حالا اگه کسی بی احترامی به یکی از بچه های اهل بیت، یعنی شماها، اگر کرد، اهل بیت اینو بی احترامی به خودشون تلقی میکنه. از این جهت است گاهی موقع ها آدم به همسرش، به بچهش، به پدر و مادرش، خب اینا علاوه بر این که حق همسر بودن، فرزند بودن، پدر و مادر بودن به گردن مادران، شیعیان امیرالمومنین هم. خب آدم وقتی یه بی احترامی به اونها تو خونه میکنه، از چشم اهل بیت میفته، به اندازه اون بی احترامی، به اندازه اون، و خیلی از حالاتو دیگه به آدم نمیدن، محروم میشه آدم، محروم میشه. یکی از خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، گفت آقا من نماز شب میخوام بلنشم، نمیتونم، سنگینم. امیرالمومنین فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوبک، گناهانت زمین گیرت کرده. ببین کجا به هر حال داری اشتباهاتی میکنی، گناهانی میکنی، همونو زمین گیرت کرده. خلاصه این که حالات معنوی، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، اینا رو باید به آدم بدن.
و اینا مزده، باید یه لیاقتی آدم از خودش نشون بده. اگر خدای نکرده اون لیاقت رو نشون نده و برعکس یه خطا و گناهی بکنه به آدم نمیدن. این نکته اول. نکته دوم که یه نکته دقیق تری هست، من تقاضا میکنم بیشتر دوستان بزرگوار عنایت بفرماین. نکته دوم این هستش که خداوند متعال دو جور روزی داره، دو جور رزق داره، دو جور رحمت داره. یه رزق عام داره که به همه میده. رزق عام و رحمت عام خدا، به اصطلاح رحمت رحمانی خدا، شامل حال همه است. هر موجودی، چه انسان چه حیوانات چه گیاهان، تو انسان هم چه مؤمن چه کافر، یه رزق عام داره خدا. هر مخلوقی، خب خدا خالقه، مخلوقی رو خلق کرده که نیاز داره. خب خدا خودش میدونسته که این نیازمنده، خلقش کرده، روزیشو نده. این مثل این میمونه که یه مخترع یه ماشینی اختراع بکنه، یه مخترع یه ماشینی اختراع بکنه که این ماشین با یه سوختی کار میکنه و الا کار نمیکنه. خب مخترع ماشینشو اختراع بکنه اما اون سوختشو اصلا در نظر نگیره. خب میگم اما هیچ عاقل نیستی تو. خب چه فایده ماشینی درست کردی که اون سوخت نداشته باشه؟ چه فایده؟ پس اون مخترعی که این ماشین رو درست میکنه فکر سوختش هم هست. خدایی که این ماشین رو درست میکنه اون سوختش رو هم میفرسته، چون میدونه که این ماشین احتیاج داره به هوا، احتیاج به غذا، احتیاج به رزق، میدونه. خب خود خدا اینو محتاج خلق کرده، من که دست خودم نبود که. خدا منو محتاج خلق کردی، اون وقت رزقمو نمیدی؟ رزق عام رو خداوند متعال به هر کسی میده و ملاک رزق عام خدا فقر موجودات. تمام عالم فقیره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. و خدا هم غنی مطلق هستش. بنابراین وقتی خدا این فقیر رو خلق کرده بهش عنایت هم میکنه. این رزق عام خداست. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. این همون جمله سعدی، این همون جمله سعدی نقل میکنن بر سردر اون خانقاه ابوالحسن، شیخ ابوالحسن خرقانی، نقل میکنن رو سردر اون خانقاهش نوشته بود هر که بر این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش نپرسید. هر که بر این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. خب یه بنده خدا، یه بنده عاجز خدا میگه هر کی بیاد خونه من نون بهش بدید، از ایمانش نپرسید. و خود خدا چی؟ و خود خدا چی؟ خود خدا وقتی یه مخلوقی رو ضعیف و محتاج خلق کرده روزیشو میده. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. ای خدایی که اون کسی که اصلا تو رو نمیشناسه، من لم یعرفه و لم یسأله و اصلا مسئلتی ازت، اصلا هیچی ازت نمیخواد، اصلا تو رو قبول نداره، باز به او هم میدی. یا من یعطی من سأله، هم خدا به کسی که مسئلت از خدا داره، یا من یعطی من لم یسأله و لم و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه. این رحمت عام به خداست که خدا به همه میده. سعدی تو بوستان یه اشعار خیلی زیبایی داره، شاید همتون حفظ باشید چه یا شنیده باشید اینو. سعدی میگه یکی طفل دندان در آورده بود، 2 سالش شده بود مثلا دندانش در اومده بود، یکی طفل دندان در آورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. پدر رفت تو فکر که من نانا و برگ از کجا آرمش، تا حالا شیر میخورد مجانی بود، شیر مادر میخورد مجانی بود، از این به بعد نون میخواد، غذا میخواد، بالاخره خرج داره، که من نان و برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش، از اون طرف هم نمیتونم رهاش بکنم. مون توش چو بیچاره گفت این سخن بهر جفت، به زنش گفت چو بیچاره گفت این سخن بهر جفت، نگر کن زن او چه مردانه گفت. مخور هول ابلیس تا جان دهد، همان کس که دندان دهد، همون خدایی که دندون داده نونم میده. و خور حول ابلیس، وسوسه های او توکل تو از بین نبره. و خور حول ابلیس تا جان دهد، همان کس که دندان دهد نان دهد. این اون رزق عام به خداست که ملاکش فقر ماست. همین که موجودی فقیر باشه خدا بهش میده، که همه موجودات فقیره. اما
مهم اون دومیه. خدا یه رحمت رحیمیه، یه رحمت خاص، یه رزق خاص داره که اون گیر بعضیا فقط میاد، اون بالا همه نی. اون رزق خاص خدا و عنایت ویژه خدا اون بالا اون کسانی است که نه فقر دارن، اظهار فقر میکنن، اظهار گدایی میکنن، میرن در خونه خدا گداییشون رو اظهار میکنن. تمام موجودات عالم فقر دارن، اما بعضیا اظهار نمیکنن، متکبرن، مغرورن، مثل شیطان. شیطان فقر داره، بالاخره مخلوق دیگه، همه مخلوقات عالم فقیرن، چیزی از خودشون ندارن، اما او در خونه خدا نمیره گدایی بکنه. ابا و استکبر و کان منک، هیچی هم از او عنایت خاص خدا گیرش نمیاد، اون رحمت و عنایت و رزق خاص خدا گیرش نمیاد. اما اون کسایی که میرن در خونه خدا گدایی، اون کسانی که اظهار فقر میکنن، به مقداری که اظهار فقر کردن خدا تو کاسهشون میریزه، به مقداری که کاسهشون رو بردن پیش خدا و ظرف گداییشون رو بردن پیش خدا، خدا که ازش کم نمیاد میریزه اون تو. شما عنایت بفرمایید تقاضا میکنم آیه دعا رو، همون آیه معروف ادعونی استجب لکم، این دنبالش رو ببینید، شاید دنبالش رو کمتر توجه آدم داشته باشه. خداوند متعال اول میفرمایید ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من جوابتون رو میدم. بعد دنبالش میفرمایید ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونایی که تکبر میورزند از عبادت من، یعنی از همین دعا کردن، چون ذیل آیه دعا اون آخر آیه دعاست. اول میفرمایید دعا کنید، بعد میفرمایید اونایی که تکبر میورزن از عبادت، یعنی از این دعا کردن، نمیان در خونه من زار بزنن، نمیان در خونه من التماس بکنن. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اینها عنایت و رحمت خاص شاملشون نمیشه، اینا اهل عذابن، میرن جهنم. جهنم که رحمت خاص خدا نیست، جهنم میرن، یعنی رحمت خاص خدا رو نمیبینن. مفهوم این آیه چیه؟ مفهومش اینه که اونایی که گدایی میکنن اونا رحمت خاص خدا رو میبینن. ببینید این آیه داره میگه اونایی که متکبرن، نمیان گدایی در خونه خدا بکنن، عذاب رو میبینن نه رحمت خاص. یعنی اونایی که گدای خونه خدا هستن رحمت خاص رو میبینن. و همینجوره، برای همینم هم هست که در روایات ما هست دعا کردن افضل از قرآن خوندنه. از امام صادق سوال کرد که آقا یه کسی سوره های طولانی تو نماز میخونه، قرآن زیاد میخونه، یه کسی قنوتش طولانی هستش، ایهما افضل، کدومش افضل هست، بهتره؟ امام صادق علیه السلام ابتلا فرمود که هر دوشون خوبه، هر دوش خوبه. معاویه ابن عمار گفت آقا میدونم هر دوش خوبه، کدومش بهتره؟ امام صادق علیه السلام فرمود دعا، اون که دعاش بیشتره. بعد فرمود دلیلش رو دقت بفرمایید، بعد فرمود که مگر آیه دعا رو نخوندی؟ آیه دعا همین آیه است که الان خوندم، ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، اونایی که تکبر میکنن در خونه من دعا نمیکنن رحمت خاص گیرشون نمیاد. تو دعا آدم گدایی میکنه، تو قرآن خوندم آدم گدایی نمیکنه. شما وقتی قرآن میخونی که دعا نمیخونی، که قرآن داری میخونی، توش گدایی نیست. دقت بفرمایید، برای همینم افضله، چون دعا تضرع و التماس در خونه خداست. پس ببینید ملاک اون رزق عمومی خدا، اون رحمت و عنایت عام خدا فقر موجودات، اما ملاک اون رحمت خاص خدا، اون عنایت ویژه خدا، حالا اون کسی است که اظهار فقر بکنه. صلوات عنایت بفرمایید.